و حاشیه و توهین‌های پویان مختاری به مسئولین. مشکلشون با مدیاست. شما دارید یه سری چیزا میبینید از یه جوونی که هم سن و سال شماست، تو خارج از کشوره، هم دوست دخترش داره، هم زندگیشو داره، هم آزاد داره زندگی میکنه، اینا نمیخوان شما اینو ببینید. بله اصلا سایت اصلا این سیستم اصلا فکر شما براشون مهمه؟ همه بورس، همه پول مردم رو خورد رفت کجاست؟ کی اصلا پیگیری کرد؟ این همه نمیدونم فلان بیسار، به خدا به جون مادرم که اون حضرات سگ شرف داره به کل این سیستم های بانکی ایران. پول مردم رو در جا میده، این همه آدم دارن روش هر روز دارن نون میخورن، میبازن میبرن، از اون تراکنش هایی که استفاده میشه از برد و باخت، اون کامیشنی که میرسه ازش، هزار نفر نون میخورن. سگ شرف داره به این همین آدم های بانک نمیدونم فلان پول رو برداشت رفت، اونی که نمیدونم چیز چی میگن، اونی که شرکت از این هرمی ها پول رو برداشت رفت، اونی که شرکت نمیدونم فلان، اونی که بورس، اونی که فلان، نفس بکشی. اینا مشکلشون با اینه و اومدن گفتن که آقا این دزده، این فلانه، کلا برداره، این حق شما رو داره میخوره، اینو میاییم ما میگیریم میاریمش چوب تو آستینش میکنیم. این چیزها رو دارن همه شما رو با ترس روبرو کردن که هیچ کاری نکنید. متوجهید؟ بله کی میتونه تخم منو بخورن؟ به خدا اینا اصلا در حدی نیستن، اصلا پشمکن بابا. خیلی کارا تونست قرار بوده بکنم ولی نکردم. خیلی کارا تهش بگن میشینن روش بندری میرخصن. من آدم سیاسی نیستم ولی من با سند و مدرک منطقی حرف میزنم. یهو مثلا این جغل مقلاشون میان یه چرت و پرت می نویسن. ما مجبوریم اینجوری اعصاب خودم و شما رو خراب کنم. خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. نظر شما در مورد صحبت‌های پویان مختاری چیه؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.